مالیه جمع کول او مالیه ورکول د هر هیواد لپاره د ستوني فقرات حیثیت لري، ځکه ټولې چارې په مالی مسائلو پورې اړوند وي. او یو هیواد چې آبادیږي او خو خود کفا کیږي او د رفاه او آبادی په طرف باندې ګامونه اخلي، هغه د اقتصادي ودې په نتیجه کې وي. د اقتصادي ودې د زیربنا په اساس او د زیربنا د جوړښت لپاره د مالی ورکړه د ټولو ولسونو دپاره او د ټولو ملتونو دپاره ضرور او اړین ګامونه دي. په نړۍ کې ټول هیوادونه چې هغه د جګړیزو حالتونو نه راوتلي دي او بیرته نن د یو آبادو پرمختللي هیواد په شکل یا اقلن د خودکفا هیواد په شکل باندې تبارز کوي په نړۍ کې، هغه د خپل ولس په حمایت باندې هغه ځای ته رسېدلی دي. کشور چین بعد از انقلاب خود دچار مشکلات مختلف بود. یکی مشکل برسمیت شناختن جهانی را هم داشت. کشور چین در 1949 در سال 1949 انقلاب خود را کرده، در سال 1971 برسمیت شناخته شده. یعنی 22 سال حکومت چین را کسی برسمیت در دنیا نشناخت. همچنان کشور جمهوری اسلامی ایران هم مشکلات خود را بعد از انقلاب داشت، ولی تانستن آنها با وجود تعذیرات مختلف از طرف بعضی کشورها تانستن که کشور خود اقلا خودکفا بکنن. امروز از نهایی مختلف ایران خودکفا است. ما میتونیم با خرج دادن همت خود، با خرج دادن ایمانداری خود که در مقابل مردم خود مسئولیت داریم، در مقابل حکومت مسئولیت داریم، اگر وظایف خود را دوستر ادا بکنیم، میتونیم مسائل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت انشاءالله از این مرحله عبور بکنیم و وضعیت تغییر بدیم. پس نیاز به این است که در بخش اعطای مالیه، در بخش به وقت سپردن مالیه به حکومت، ما و شما همه مکلفیت شرعی و ملی خود را برجا کنیم و از این دهی بخش از یکی دیگر سبقت بجویم تا بیشتر کمک کرده باشیم نظام و مردم خود را، چون مردم ما امروز بیشتر از قبل احتیاج همکاری و